سلام دوستان، با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتتون هستیم و در این ویدیو می‌خوایم در رابطه با تنبلی چشم یا آمبلوپی صحبت بکنیم. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید و اگه ویدیوی ما رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید و یا با دوستان و خویشاوندان خودتون به اشتراک بگذارید. تنبلی چشم یا آمبلوپی که در حدود 3% از افراد دیده می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که چشم در دوره کودکی دید طبیعی نداشته باشد. این اختلال که معمولاً در یک چشم دیده می‌شود، به دلیل اختلال دید چشم تنبل بر اثر عوامل مختلف نظیر عیوب انکساری دوربینی، نزدیکبینی یا آستیگماتیسم، انحراف چشم یا عدم شفافیت مسیر بینایی رخ می‌دهد. عدم وضوع تصویر در چشم بیمار و بهتر بودن تصویر ایجاد شده در چشم سالم سبب می‌شود تا مغز بین دو چشم، چشم سالم را برای دیدن انتخاب کند و در واقع مسیر ارسال تصویر از چشم بیمار به مغز را مسدود یا اصطلاحاً دید چشم بیمار را خاموش می‌کند. اما علائم تنبلی چشم چه چیزهایی هستند؟ تنبلی چشم معمولاً در سن زیر 6 سال ایجاد شده و اغلب توسط والدین کشف می‌شود. در سنینی که کودک قادر به بیان مشکلات خود می‌باشد، ممکن است از ضعف بینایی، خستگی چشم یا سردرد شکایت داشته باشد، اما در اغلب موارد کودک شکایتی ندارد. ممکن است علائم بیماری‌های مسبب تنبلی چشم نظیر انحراف چشم و آب مروارید منجر به تشخیص شوند، ولی زمانی که تنبلی چشم ناشی از عیوب انکساری باشد، تشخیص آن مشکل است، زیرا کودکان به راحتی توسط چشم دیگر می‌بینند و کمبود دید در چشم بیمار را جبران می‌کنند. اما چه درمان‌هایی برای تنبلی چشم وجود دارد؟ تنبلی چشم در صورتی که در زمان مناسب تشخیص داده بشه به راحتی قابل درمانه. درمان تنبلی چشم معمولاً به صورت بستن چشم سالم و وادار کردن مغز به دیدن با چشم تنبل است. این درمان ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد که البته چشم سالم باید به تناوب باز شود. در مواردی که تنبلی ناشی از عیوب انکساری باشد، تجویز عینک با لنز توسط آپتومتریست یا چشم پزشک سبب وضوع تصویر در چشم معیوب و درمان تنبلی خواهد شد. مواردی نیست که تنبلی ناشی از انحراف چشم است، با جراحی و اصلاح انحراف قابل درمان است. تکامل سیستم بینایی تا سن 8 تا 10 سالگی صورت می‌گیرد و درمان تنبلی چشم بعد از این سن بسیار بعید است. بنابراین در صورتی که چشم تنبل در سنین پایین درمان نشود، بعد از سن 10 سالگی در اکثر موارد هیچ درمانی نخواهد داشت و ممکن است منجر به از دست رفتن شدید دید در یک چشم شود. برای جلوگیری از تنبلی چشم، کودک باید بعد از تولد در زایشگاه توسط متخصص کودکان و در سنین 3 تا 4 ماهگی و 2 تا 3 سالگی توسط آپتومتریست معاینه شود. محققان میگویند تماشای انیمیشن های سه‌بعدی با استفاده از عینک سه‌بعدی میتواند یک گزینه مناسب برای تنبلی درمان چشم در کودکان باشد. از دیگر روش های موجود برای بهبود تنبلی چشم میتوان به بستن چشم با پچ چسبدار اشاره کرد. استفاده از چشم بند عینک جهت نصب روی عینک کودک و استفاده از بازی‌های رایانه و نرم افزار مخصوص تمرین چشم تنبل، همینطور استفاده از نرم افزار سه‌بعدی و شرکت در جلسات ویژن تراپی اشاره کرد. یکی دیگر از روش‌های نوین درمان تنبلی چشم استفاده از عینک‌های هوشمند تنبلی چشم است. همینطور بستن چشم یکی از روش‌های متداول در درمان تنبلی چشم می‌باشد که روش مفید و کارآمدی است که توسط دکتر چشم پزشک برای یک دوره خاص تجویز می‌شود. استفاده از پد چشمی استاندارد
که در آن هیچ نوری وارد چشم کودک نشود جز موارد ضروری جهت درمان تنبلی چشم انجام خواهد شد. حد تنبلی چشم باید به صورت ضد آلرژی و حساسیت باشد. همینطور استفاده از عینک آمبلیس یکی از راه‌های درمان است. این عینک برای اولین بار 14 سال قبل در کشور آمریکا مراحل آزمایشی خود را گذران. در اولین آزمایش این عینک 33 کودک 3 تا 8 ساله آن را به چشم زدند. یک گروه از این افراد روزی 4 ساعت عینک می‌زدند که شیشه چشم سالم هر 30 ثانیه یک بار تار می‌شد و گروه دیگر روزی 2 ساعت چشم بند می‌بستند. 3 ماه بعد بینایی این بچه‌ها معاینه و مشخص شد که بهبود بینایی چشم تنبل در هر دو گروه تقریبا یکسان بوده. نتیجه این آزمایش به جلسه سالانه آکادمی چشم پزشکی آمریکا در لاس وگاس ارائه شد. سازمان مدیریت غذا و داروی آمریکا FDA صلاحیت کار کرده عینک آمبلیس را تایید کرد و هماکنون در بسیاری از کشورها در حال استفاده و درمان کودکان مبتلا به تنبلی چشم انجام می شود. پیشگیری و درمان تنبلی چشم به 3 عامل بستگی دارد: 1. سنی که در آن تنبلی چشم به وجود آمده، 2. مدت زمانی که از ایجاد تنبلی چشم گذشته است و 3. زمان شروع درمان تنبلی چشم کودک. به طور کلی آگاهی والدین و همکاری آنها کلید موفقیت در درمانه. درمان تنبلی چشم نیازمند همکاری بسیار زیاد والدین با متخصصان است. همینطور والدین باید بدانند که دوران کودکی تنها زمان دستیابی به درمان کامله و در صورت از دست دادن آن این فرصت برای همیشه از دست رفته. همچنین والدین باید صبور باشند و انتظار بهبودی سریع را نداشته باشند. بعد از اینکه تشخیص قطعی این بیماری داده شد، راه‌های مختلفی برای درمان وجود دارد. یکی از این درمان‌ها عمل جراحی تنبلی چشم. اگر تنبلی چشم بر اثر بیماری‌های مادرزادی مانند پایین افتادگی پلک یا سایر عیوب ساختمانی چشم باشد، بهترین درمان عمل جراحی است. در آب مروارید مادرزادی اگر عمل جراحی پس از تولد تا 3 ماهگی و هر چه سریع‌تر انجام شود، نتیجه بهتری به دست خواهد آمد، اما پس از 3 ماهگی نتیجه جراحی چندان رضایت بخش نخواهد بود. روش بعدی انجام تمرینات چشمی است. انجام تمریناتی مانند نقاشی کردن، بازی با خط و نقطه، استفاده از بازی‌های کامپیوتری و همینطور پرتاب توپ به سوی هدف تعیین شده، همینطور کتاب خواندن، خمیر بازی و بریدن اشکال در کنار سایر روش‌های درمانی میتونه بر بهبود دید کودک اثر بگذاره و درمان اون رو تسریع بکنه. یکی از راه‌های دیگر بهبود درمان تنبلی چشم اینه که بستن چشم سالم هست. تا چشم تنبل وادار به فعالیت شه و با تمرین دیدن تنبلی اون برطرف بشه. دوره زمانی بستن چشم در کودکان متفاوته و نسبتاً طولانی و از چند هفته تا چند ماه است که این دوره رو متخصص تعیین میکنه. مدت بستن چشم در طی روز را متخصص تعیین خواهد کرد. با توجه به میزان تنبلی چشم، مدت زمان بستن معمولاً بین 2 تا 6 ساعت در روزه. هرچه میزان تنبلی چشم بیشتر باشه، مدت زمان بستن چشم سالم بیشتر خواهد بود. تحقیقات نشان داده که بستن بیش از 6 ساعت اثر مطلوبی بر چشم ندارد و علاوه بر کاهش میزان همکاری کودک، گاهی باعث تنبلی در چشم سالم نیز می شود. لذا والدین باید مطابق دستور متخصص عمل کنند و نباید سعی کنند که چشم سالم را بیشتر از زمانی که پزشک تشخیص داده است بسته نگه دارند. در طی مدت درمان نیز در فواصل مشخص باید چشم کودک را متخصص معاینه بکنه، زیرا ممکنه نیاز باشه که مدت زمان بستن تغییر کنه. همینطور به یاد داشته باشید که نحوه درمان و مدت زمان درمان هر کودک با کودک دیگه متفاوته و فقط متخصص این کار میتونه اون رو تشخیص بده، نه والدین کودک. لازم به ذکر که با توجه به اینکه عود تنبلی چشم در اکثر موارد بدون علامته، لذا مراجعه منظم
به متخصص و رعایت دستور پزشک پس از درمان تا سن 10 سالگی ضروری است. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اگه ویدیو ما رو دوست داشتید میتونید اونو لایک کنید و اونو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. همیشه شاد و سلامت باشید.